سلام و درود به شما دوستان شنونده و همراهان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. در آستانه اربعین حسینی هستیم و رویداد بسیار بزرگی که نظر همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان رو به خودش جلب میکنه. همه نهادها و دستاندرکاران این موضوع تمام تلاششون میکنن تا بهترین خدمات رو به زائرین آقا عبدالله حسین ارائه کنن. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران هم امسال اقدامات ارزشمندی رو تدارک دیده برای خدمت رسانی هر چه بهتر به زائرین عزیز. در این ارتباط میخوام در خدمت جناب شریف زاده باشم، عضو محترم هیئت مدیره و رئیس ستاد مرکزی اربعین شرکت ملی پست، که در این باره توضیحات بیشتر رو به ما خواهند گفت. سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض ادب دارم. علیکم السلام، من هم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطور که فرمودید به صورت ابتکاری با ابتکار و دستور مدیر عامل محترم شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر لیایی این ستاد تشکیل شد برای استفاده زائرین از ظرفیت و پتانسیل شرکت ملی پست در این مسیر راهپیمایی و در این رویداد عظیم فرهنگی و مذهبی که در نوع خود بی‌نظیره ما هم سهمی داشته باشیم. ما در داخل کشور طبق روش جاری که بوده در شبکه پستی کشور خدماتمون ارائه میدیم، با یک خدمات ویژه‌ای هم در توزیع گذرنامه و در هم رساندن نزورات به نقطه صفر مرزی. هم در این رابطه یک هماهنگی‌ای شده با ستاد اتباتالیات کشور و مواکبی که از طریق اونها پروانه میگیرن، مجوز فعالیت میگیرن، هم در اون زمین هماهنگی، هم در کشور عراق 5 تا پایگاه پست زدیم، هم در نجف، هم کربلا، هم در چند تا عمودی که مواکب مهمی اونجا هستن اونجا پایگاه زدیم. یک نرم افزاری فعال شده به نام پست یافته در خروج از مرز شهروندان، هر آن کسی که مایل باشه یک برچسب کدی به اشیا و یا کوله پشتی یا موبایل، وسایلی که همراهشونه، چسبونده میشه و از اون طریق اسناد و مدارک که احتمالاً در کشور عراق مفقود بشه به پایگاه‌ها داده بشه و از اونجا ما به مقصدشون خواهیم رسون. مدارکی که ضرورتاً باید همراه مسافر باشه برای برگشت مثل پاسپورت، اونها رو حتما ما یا قبل از مرز یا لب مرز قبل از اینکه وارد کشورمون بشن اونها رو ترتیباتی اتخاذ کردیم که اونجا به دستشون برسه، یا اینکه بعضی از مدارک که ضرورتی برای خروج از عراق نداره در کشور به اون آدرسی که از طریق همون سامانه به ما دادن به مقصدشون ما خواهیم رسوند ان شاء الله. پس پیشنهاد میکنیم که عزیزانی که میخوان از مرز خارج بشن حتما این برچسب های پستی رو برای اشیاء خودشون نصب کنن، درسته؟ بله، ببینید اجباری از طرف شرکت پست برای استفاده یقینی برای شهروندان و زائرین وجود نداره. ما خدماتی رو آماده کردیم در صورت تمایل زائرین عزیز قبل از خروج از نقطه صفر مرزی از برچسب های ما استفاده میکنن و اونور تا بعد از برگشتشون اگر وسایلی مدارکی مفقود شد ما اونها رو به دستشون خواهیم رسوند. به عنوان آخرین سوال در خصوص بس نزورات به چه شکلی باسی عمل بکنن شهروندان عزیزی که میخوان نزوراتی رو اهدا بکنن؟ بحث نزورات با ستاد اتباتالیات کشوره، چون اونا برای مواکب پروانه صادر میکنن، پروانه فعالیت همش از طریق اوناست. حمل نزورات ما در داخل کشور، در کشور عراق ما حمل نزوراتی نخواهیم داشت، ولی این ور کشور با هماهنگی و مجوز اونها از طریق مواکب ما به افراد اینجا نزوراتی از خود افراد تحویل نمیگیریم، فقط از طریق مواکب. اونم یه جلسه ای رو خود ستاد اتباتالیات با مواکب گذاشته بود، به تمام سوال ها و پرسش های مواکب پاسخ دادیم و این آمادگی وجود داره که بتونیم کارمون رو شروع کنیم. توزیع گذرنامه شروع شده، تا الان مشکلی نبوده. هر چقدر زمان داره نزدیک میشه به مراسم اربعین حجم کار هم میره بالا. تلاش خواهیم کرد که اقدامات شایسته و در شأن زائرین حضرت سید و شهدا رو بتونیم ارائه بدیم. خیلی سپاسگزارم از شما. زنده باشید. ما از شما متشکرم.